یه آتش سوزی در دو نقطه، یعنی دو تا آتش سوزی در دو تا نقطه اتفاق افتاد هفته گذشته. یکیش که توی هتل 5 ستاره بود شب سال نو، به طور اتفاقی این هتل قبل از آتش بازی سال نو تومه حریق شد، و یه آتش سوزی دیگه هم داخلی بود، در واقع خودمون زحمت کشته بودیم و برپا کرده بودیم. در این رابطه داخلی من میخوام یه نکته ای رو اشاره بکنم، اینکه قدیما، البته هنوزم در جریان، تیم ملی فوتبال کشورمون وقتی یه تیم خارجی میومد که باش مسابقه بده، ما وقتی میرفتیم که حمایت بکنیم تیم ملی فوتبال کشورمون رو که با شور و هیجان بهتر و بیشتری با تیم رقیب روبرو بشه، در تنبان و شورت و دیگه جوراب و اینامون ترقه اندازه هندوانه و در واقع کدو تنبل میشه پاندین، و با هزار بدبختی از لای قضیه رد میکردیم میرفتیم اونجا. وسط بازی در حالی که بازی در اوج بود، ما مثلا 4 تا زده بودیم به تیم حریف، یه دفعه اینو در میوردیم مینداختیم وسط زمین، این منفجر میشد، بازیکنهای تیم حریف همه قهوه‌ای و زرد میشدن و نعششون رو میبردن بیرون. بعد اون وقت کنفدراسیون فوتبال مثلا آسیا ما رو کلا محروم میکرد، 3-3 بازنده اعلام میکرد و اصلا کلا میزد لول آوردمون میکرد. ما میگفتیم بابا نکنید این کارا رو، این در واقع توف سربالا که چی قلب سنگ سربالا هم نیست، ولی ما دیگه به هر حال این کاری بود که از دستمون برمیومد و خانوادگی انجام میدادیم. خدمتتون عرض میکنم که این یکی از نکات خیلی جالبه، اینکه یک نفر یه کار اشتباهی هم انجام میده، ما به جای اینکه مثلا فرض بگیرید دزد اومده خونه ما به جای اینکه زنگ بزنیم پلیس بیاد دزد رو بگیره، ما به عنوان یک آدم قانونمند حق به جانب این دزد بیشرف رو تحویل پلیس بدیم و اون مقصر باشه، این کارو نمی‌کنیم. که کلا خانوادگی می‌ریزیم سر دزده، اول می‌کشیم، بعد بهش تجاوز می‌کنیم، بعد خورد خوردش می‌کنیم، گوش چرخ کردش می‌کنیم، می‌ذاریم توی یخچال واسه ماکارونی مثلا هفته بعد، بعد هفته بعد انقدر شکم خوردیم ماکارونی رو، دزده رو میان سراغش میگن کی بود چی بود، میگیم خوردیمش، بعد اون وقت ما رو همه رو خانوادگی دست بسته به عنوان قاتل و آدم خور میگیرن میبرن، کلا جرم دزده کاملا پاک میشه، اصلا کسی دیگه یادش نمیاد اون چیکار کرده بوده، چون ما هم کشتیم هم تجاوز کردیم هم خوردیم، به حالا یه وضعیت وخیمیه. این نوع رفتار ماست با یه کار غلط. اگر فکر کردید که کار غلط رو باید با رفتار درست جواب داد، کاملا در اشتباهید، بخورید یارو رو. خدمت رو عرض بکنم و عرضم به خدمت، حالا این البته این قضیه به ما ربطی نداره، من همینجوری فقط گفتم راجع بهش صحبت بکنم، چون در رابطه با نه موضوع برنامه ما مربوط میشه به این قضیه، نه اصلا به ما ربطی داره. مو آتیش سوزی دومیه، نکته حائز اهمیتی که این آتیش سوزی که خبرش در شبکه‌های مجازی پخش شده بود و توی رادیو تلویزیون و مطبوعات و هر یا وبسایت‌ها مطرح شده بود، ما بودیم که میگفتیم ای جان دلم حقشونه، ایشالله کل هتلاشون با هم بسوزه، ایشالله همشون هم تو اون هتله باشن همشون با هم بسوزن، ایشالله باهاشون قلیون درست کنیم با زغالشون که وقتی کلن ایشالله اینا تو خیابون که دارن راه میرن این ماشینای آلمانی بی کیفیت غیر استاندارد منفجر شن از همشون، و هزاران آرزوی خوب دیگه برای سال نو براشون داشتیم و مشغول زنبه این اگر فکر کنید که ما یک ذره نجات پرستی در این زمینه از خودمون بروز داده باشیم، نه اصلا. حالا این قضیه به کنار، این آتش سوزی شایعات و قصه ها و چرندیات با نمک هم داشت. روزنامه ها مثلا منتشر کردن فرهاد مجیدی فوتبالیست توانمند و اسطوره، یعنی بیچاره فرهاد مجیدی یکی از بهترین فوتبالیست های کشورم، از این قضیه ما خارج نذاشته بودیم، گفته بودن فرهاد مجیدی هم در حریق منزلش از با هزار بدبختی با خانواده از این ماجرا جان سالم به در بود. حالا فرهاد مجیدی از اون ور میگه بابا من اصلا اونجا زندگی نمیکنم، خونه من اصلا 50 کیلومتر اون ورتره، من اصلا یه ور دیگه ام، اصلا من یه جا دیگه ام نیست، اون ول نمیکردن دوستان، داستان ها بود. فرهاد مجیدی فوتبالیست خوب کشورمون، روپای زنان 800 تا پله رو خانواده رو دوشش روپایی میزد میومد پایین، سر راه 80 تا مثلا شعله آتیش رو دریبل زده بود، 700-800 نفر از کارمندای هتل رو خودش شخصا فرهاد مجیدی نجات داده بود، سر هر پاگرد که میرسید یه دونه سانس با یکی از کارمندای هتل میکرد میفرستاد رو سر بازیکنای تیم آتش نشانی دبی، اونا با هد مثلا میزدن تو گل، بعضی‌ها بلند میشدن برگردون میزدن میگفتن تو استخ خاموشن بچه‌ها، هی از اون طرف میگفت فرهاد مجیدی بابا من اصلا اونجا نبودم، ولکن نبودن دوستان ولکن نبودن. به هر حال افسانه های هفته گذشته اتفاق افتاده بود باور نکردنی، 1001 شب قصه باید نوشت از آن.